در سال 1344 محمد حنیف نژاد سازمان مجاهدین خلق را تأسیس کرد. ساواک محمد حنیف نژاد و دیگر کادر مرکزی سازمان را به خاطر فعالیت‌هایشان دستگیر و اعدام می‌کند. در دهه 50 سازمان عملاً به دو دسته داخل زندان به رهبری مسعود رجوی و بیرون زندان به رهبری تقی شهرام تبدیل می‌شود. در سال 57 تقی شهرام توسط دادگاه انقلاب به اعدام محکوم می‌شود و رهبری سازمان در اختیار مسعود رجوی قرار می‌گیرد. همکاری های مسعود رجوی با بنی صدر رئیس جمهور وقت سرانجام آنها را در سال 60 به پاریس ختم می کند. مجاهدین خلق برای ایجاد تغییر و رسیدن به قدرت به ترور رئیس جمهور، نخست وزیرش، رئیس حزب جمهوری اسلامی و 12,000 نفر از مردم عادی روی می آورند. پس از شکست در پروژه ترور، مسعود رجوی با همکاری صدام و انتقال نیروهایش به عراق می رود و دوشا دوش صدام در جنگ تحمیلی مقابل مردم ایران می ایستد. در مرداد ماه 67 چند روز پس از قطعنامه، رجوی در عملیات فروغ جاویدان قصد فتح تهران را می کند، عملیاتی که با شکست روبرو می شود. با سقوط صدام، سازمان به شکل رسمی به همکاری با آمریکا روی می آورد. سازمان مجاهدین خلق با خط مشی مبارزه با آمریکا در راستای خلق حیات سیاسیش را شروع و امروز با برگزاری همایش‌های سالیانی دیلپند و دعوت از سنا طورهای آمریکایی به حیات سیاسی خود به نام خلق ادامه می‌دهد. دوازده بهمن 1357، ورود امام خمینی به ایران همانند قیام 15 خرداد 1342 مسیر انقلاب را دستخوش تغییر و تحولات کلیدی کرد. امام در میان ازدحام خبرگزاری ها و رسانه ها وارد فرودگاه مهرآباد شد. چهره هایی چون شهید بهشتی در کنار امام خمینی به چشم می آمدند. بعد از پیروزی انقلاب سازمان میاد و چنان ژست طلبکارانه ای میگیره که یعنی اگه ما نبودیم که اصلا انقلاب پیروز نمیشد. حالا حضرت امام، یاران ایشون و اون مردم به دنبال اینن که بعد از انقلاب باید با مشکلات مقابله کرد، باید خرابی ها رو رفع کرد، باید سازندگی انجام داد، باید گره ها رو باز کرد. اون موقع پدر و مادرم چشمشون به دهن امام بود، من و برادر و خواهرام که عضو سازمان بودیم چشمون به دهن رهبر سازمان بود. خب ورود امام هم خب با شور و شعف خاصی همراه بود، ولی سازمان برای ورود امام برنامه خاصی نداشت. اگر شوری هم بود، برنامه هم بود، همش برای اهداف رهبر سازمان بود. با پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی که به عنوان رهبر دینی جامعه مورد اعتماد مردم و ملت بود، به منظور رسیدگی به اوضاع حکم دولت موقت جمهوری اسلامی به ریاست مهندس بازرگان را امضا کرد تا مهندس بازرگان ترتیب اداره امور کشور و خصوصا انجام رفراندوم و رجوع به آرای عمومی ملت درباره تغییر نظام سیاسی کشور را بدهد. جناب آقای مهندس مهدی بازرگان را سالهای طولانی است از نزدیک میشناسم و یک مردی صالح، متدین، عقیدمند به دیانت و امین. از این جهت ایشان را و ملی و بدون گرایش به یک شیئی که برخلاف مقررات شرعی است، من ایشان را معرفی میکنم. بنا به ضرورت و وظیفه و مسئولیت طبیعی و انتظاری که داشتند، مجبور بودم، ناچار شدم قبول کنم و مخصوصا با تأسی به رویه و سنتی که خود آیت الله در سراسر این دوران اداره و رهبری جنبش داشته و با عزم راسخ، با ایمان کامل
به خدا و اعتماد به موفقیت این راه رهبری کرده اید، من هم همین راه رو و این اولین درسی است و اولین دستوری است که از آیت الله گرفتم. یکی از نکات مهمی که ما بعد از پیروزی انقلاب شاهد بودیم در واقع این که سازمان چگونه راه خودش رو جدا میکنه، هرچند که راهش هم با راه انقلاب از ابتدا هم یکی نبود، اما وانمود میکرد که با انقلابه. کسایی که اعضای سازمان و نشریاتی که منتشر میکرد، آزادانه بیانیه‌هایی که چاپ میکرد، کتاب‌هایی که چاپ میکرد، تلاش این بود که بیاد بگه از ما پرچمدار انقلابیم. به همین خاطر خیلی با تجلیل از حضرت امام یاد میکردن. نشریاتشون تو کتاباشون عکس امام بود، تو سخنرانی های رجوی آیت عکس امام بود، عکس آیت الله طالقانی بود. بارها از امام خمینی به عنوان رهبر، به عنوان کسی که تونسته انقلاب رو پیش، تنها کسی که میتونه انقلاب تونسته انقلاب پیش بره، امپریالیسم رو به قول همون موقع خودشون شکست بده در ایران، مزدور دست نشانده امپریالیسم رو ساقط کنه یاد میکردن. حتی امام رو به عنوان کاندید ریاست جمهوری معرفی کرده بودن. از اینکه امام مثلا یه بار بیمار شده بودن پیام دادن، از اینکه ایشون سلامتیشون رو بازیافت، بسیار خدا رو سپاس کرده بودن، از این جور چیزا زیاد بود. سازمان یه مقطعی اساسا در واقع اطلاعی یکی دو تا اطلاعیشو با این عنوان شد به نام خدا و به نام حضرت آیت الله العظمی امام خمینی و به نام خلق قهرمان ایران. یعنی در واقع تعبیری که از رهبری جمهوری اسلامی داشت این بود. و خود رجوی میگفتش که ما اون موقع امکان رویارویی نظامی با جمهوری اسلامی رو نداشتیم، به مجبور بودیم صبر کنیم، سرمون رو پایین بگیریم تا این موج رد بشه، شرایط آماده بشه تا ما بتونیم وارد اقدامات نظامی بشیم. به همین دلیل خودش رو موافق انقلاب، موافق رهبری انقلاب، موافق امام نشون میداد. ارتش به سمت پوست‌اندازی حرکت کرد و برای تجدید بیعت با امام خمینی به میدان آمد. اما سازمان مجاهدین خلق خواهان انحلال ارتش و جایگزین کردن میلیشیا نیروی نظامی خود به جای ارتش بود. ارتش در حال نوسازی و بازسازی خودش بود، میخواست به تعبیر حضرت امام بیاد و ارتش اسلام و ارتش انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی بشه. تو همین مقطع سازمان شروع کرد بحث انحلال ارتش، هم نفوذی هایی رو فرستاد درون ارتش که اینا مثلا بیان و به اسم ارتش شورایی که ما پادگان ها رو باید شورایی اداره کنیم. به نظر شما ارتش رو به چه صورت باید بنیاد جدید بر اون گذاشت؟ اتفاقا انگشت گذاشتید روی مهمترین مسئله جنبش ما در شرایط فعلی و اون مسئله ارتش. با یک دیدگاه علمی و انقلابی اگر به مسائل فعلی جامعه هم نگاه بکنیم، به خوبی درمی‌آید که برای نابودی سلطه امپریالیسم ما نیازمند این هستیم که ارگان‌هایی که در گذشته مورد سوء استفاده امپریالیسم قرار گرفته بودند منحل شوند و به جای اونها ارگانهای مردمی به وجود بیاد. ارتش مهمترین این ارگان هاست و بنابراین از نظر ما ارتش بایستی به طور کامل منحل بشه. فقط در این صورته که ما میتوانیم نگران دستاوردهای جنبشمون نباشیم. در غیر این صورت احتمال هر گونه فاجعه و خطری وجود داره. به اسم پاکسازی که ما آدم های انقلابی هستیم میخواییم این پادگان رو پاکسازی کنیم، وارد مثلا این پادگان میشدن و حالا هر کسی که خودشون تشخیص میدادن، خودشون خوششون میومد، بعدشون میومد، میگرفتن، میزدن، میبستن و به نام انقلاب تمام میشد. این در حالی بود که مهندس بازرگان و دولت موقت اسلحه هایی رو که ما خریده بودیم پس داشتن میدادن به آمریکا
و حتی به دنبال فروش جنگنده های F-14 و بقیه تجهیزات نظامی بودن که ما نمیخوایم. این یه سر این کنسرت بود. کنسرت یه سر دیگهش مجاهدین خلق بود که اصلا ارتش منحل بشه. و آیا این تصادفی بوده؟ اونم یک سال قبل از شروع جنگ تحمیلی توسط صدام. خیلی عجیبه. سازمان مجاهدین در پی حرکات ضد امپریالیستی خود در کنار نیروهای چریک فدای خلق در 25 بهمن ماه 1357 به سفارت آمریکا حمله و آنجا را تسخیر کرد. خبر اشغال سفارت آمریکا چند ساعت بعد به گوش امام رسید. امام که ماهیت سازمان و مشی مسلحانه آنها را هیچ وقت نپذیرفته بود، این اقدام را تایید نکرد و دستور داد مهاجمین به سرعت از سفارت خارج شوند. پس از گذشت 2 ساعت نیروهای کمیته انقلاب وارد شدند و نیروهای سازمان مجاهدین خلق را مجبور به ترک سفارت کردند. ساعت 12 ظهر کنترل سفارت به دست مقامات دولت موقت افتاد و تنش به سرعت پایان یافت. بخشی از کارهایی که اینا کردن واقعا نشون میده که اینها قصد به زمین زدن انقلابو داشتن. یک ماه بعد از پیروزی انقلاب، دولت موقت هنوز مستقر نشده، هنوز عوامل حکومت پهلوی تو گوشون کنار کشور حضور دارن. کردستان رو در واقع نیروهای ضد انقلاب تجزیه طلب با همکاری بختیار، با همکاری صدام و غیره به دنبال تجزیهش هستن. ترکمن صحرا همینطور. چهار گوشه کشور در اضطراب و در واقع ناآرامی است. هنوز اصلا دولت موقت حتی مستقر نشده. در کارخانه ها اعتصاب رو انداختن که جمهوری اسلامی گفته بود ما میخواییم محرومی رو نجات بدیم، پس کوچه رو محرومی نجات پیدا نکردن. میرفتن مثلا فرض کنید نشریه چاپ میکنن به اسم زاغ نشین، گود نشین ها. اونجا عکسایی از مناطق محروم جنوب تهران منتشر میکردن. خب چرا جمهوری اسلامی نیومد اینجا رو آباد کنه؟ در همه کشورها وقتی که شرایط جنگی پیش میاد، وقتی که تازه انقلاب توش صورت میگیره، بلافاصله نمیان مثلا انتخابات بذارن، شرایط آزاد دموکراتیک برقرار کنن. تا یه مدت طول میکشه نظام جدید خودشو تثبیت بکنه، بعد وارد میشه. و این مطالبه رو ایجاد میکردن که ظرف یک ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی باید تمام مناطق محروم جنوب تهران مثلا ساخته بشه و آباد بشه، که خب در هیچ دولت باثبات مقتدر ثروتمندی هم نمیشه یک ماهه چند ده هزار خونه مخروبه رو تخریب کرد و به جاش مثلا خونه های نو و خیابون کشی های تمیز ساخت. اما اینا این مطالبه رو رسما مطرح میکردن. نشریه های مثلا گودنشین مطرحه. تو کارخونه ها میرفتن اعتصاب را مینداختن که آقا کارگران باید شورایی کارخونه رو اداره کنن، مالک کارخونه باشن و در سود شریک باشن. شعارهای زیبا و جذاب، اما کارخونه فلج میشد. سازمان مجاهدین خلق به مصادره ساختمانها و خانه های مربوط به حکومت پهلوی روی آورد. آنها به صورت مسلح با عنوان سهم خواهیشان از انقلاب این ساختمانها را مصادره می کردند. جالبه خیلی از ساختمانهایی که متعلق به حکومت پهلوی بود، اداری یا ساختمانهایی که متعلق به بعضی از چهرههای وابسته به پهلوی بود، خودشون رفتن اصلا مصادره کردن، اصلا بدون حکم دادستانی، بدون خودشون. هم سرقت زیاد داشتن، مثلا بل هلیکوپتر رو سرقت کرده بودن، مال آمریکایی‌ها بود که خیلی از این پولایی که تو اون قرارداد الجزایر دولت ایران محکوم شد که به آمریکایی‌ها بده، پولایی بود که نرفته بودن دزدیده بودن. تو اونا رو دولت داد و ساختمون زیاد دزدیدن، تصرف کردن. هم اینجا که الان اتاق وزارت بازرگانیه، اینجا قبلا بنیاد پهلوی بود و اینا رو گرفتن و اصلا که پس هم نمیدادن. گفتن این مال ماست دیگه، ما اصلا سهم داریم تو انقلاب، حالا خیلی لطف میکنیم که سهم کمی برداشتیم. همین خود ساختمون بنیاد پهلوی حدود 80-90 تا فرش عتیقه داشت، فرشای بزرگ داشت. این فرشا رو نبردن فروختن تو بازار با مواد ضابطی و محمد ضابطی که باباشون فرش بود تو بازار اینا فروختن. بچه کمیته فهمیدن، رفتن اینا رو تو بازار جمع کردن. حدود 84-85 قطعه فرش رو جمع کردن آوردن. 3-4 تاش مونده بود که پیدا نشد.
که کارشناسایی که اومده بودند و مال خود سابق و اینا گفتن اون 3-4 تا فرشی که نیست قیمتش از این 70-80 تا فرشی که شما پیدا کردید بیشتره و اینا رو بردن خارج. در پی نمایش قدرت نمایی سازمان مجاهدین خلق، بانوان مسلح آموزش دیده برای اولین بار به عنوان میلیشیا در خیابانها با شعارهای ضد امپریالیستی رژه رفتند. مرتب تو تهران رژه میذاشتن، مرتب داشتن زور خودشون رو و قلدریشون رو به نمایش میذاشتن. راهپیمایی های مسلحانه به اسم رژه میلیشیا، یعنی گروه های شبه نظامی، صبح تو دانشگاه تهران. و اصلا جالبه که دانشگاه تهران رو مثلا اینا گرفته بودن، بخشی از دانشگاه رو وقت تقسیم کرده بودن، دانشکده مثلا حقوق علوم سیاسی مال مجاهدین خلق، دانشکده هنر مثلا نمیدونم مال هنرهای زیبا مال گروه های مثلا چپگرا، دانشکده فلان مال کی، و دفتر داشتن، چاپخونه داشتن، در تیراژ چند ده هزار به تعبیری که خودشون میگن نشریه مجاهد چاپ میشد آزادانه بدون هیچ منعی توی استادیوم شهید شیرودی فعلی، اون زمان امجدیه اسمش بود. میتینگ های چند هزار نفری میذاشتن، اعضاشون از شهرهای مختلف میآوردن. مسعود رجوی تو این دانشگاه، تو اون دانشگاه، تو این سخنرانی های مفصل داشت. مجاهدین خلق در پی انتخابات آزاد آینده کشور با برگزاری سخنرانی هایی در سطح کشور برای جذب آرای مردمی آماده میشدن. مثلا چند هزار نفر از نیروهای خودشون رو از سراسر کشور فراخوان می‌زدن استادیوم امجدیه اون زمان و بعدن شهید شیرودی در قلب تهران، نیروهاشون رو جمع می‌کردن و آزادی عمل هم داشتن. آزاد بودن اینها غیر از این که توی این بساطاشون بعضی وقتا خب یا خودشون فند می‌انداختن یا به هر حال یه سری متعصبین بودن میومدن شلوغی‌های می‌کردن، کلهم اجمعین مشکلی خاصی نبودش که مثلا بگیم که آقا تا می اومدن بگن آقا ما طرفدار سازمان بگیرن بزنن ببرن، نه همچین مسئله نبود. کلاس های تبیین جهان دانشگاه تهران هنوز هست نوارش که من برادرم خودم شده بود 5000 نفر کارت داشتن، بقیه هم بدون کارت دانشگاه. میتینگ امجدیه کی بهشون چیز داد؟ تبریز، رشت، این میتینگ هایی بود که خود مسئولی اونجا سخنرانی کرده بود، از فضا برشون بسته نبود. رجوی میومد سخنرانی حماسی میکرد، نیروها رو تحریک میکرد با این عنوان که تا امروز ما صبر کردیم دیگه صبر نمی کنیم، چقدر دوستان ما رو شما شکنجه میدید، سهم ما رو از انقلاب ندادید، خودتون اصلا انقلابی نبودید. اینا رو خطاب به امثال شهید بهشتی میگفت و اومدید کشور رو مصادره کردید، مال خودتون کردید، ما دیگه تحمل نمی کنیم. ستارگان بخت ما رو به زمین بکشن ولی ما باز هم آسمان را غرق ستاره ها خواهیم کرد. میگید ما مسلمون نیستیم؟ آخه علامت اسلام چیه؟ جز شهادت این مگر اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. کف نزنید فیا عجبا عجبا، مجاهد خلق باید بیاد شهادت این بگه. سخنرانی امجدیه بود سال 59. واقعا وقتی بعضی خودم یادم میاد واقعا مثلا به اصطلاح تعجب میکنم، ولی یه واقعیتیه که وجود داشته و در واقع یک جنبه سیستماتیک و اتوماتیک هم داره توی کارکردهای روانشناسانه. مثلا وقتی واقعا من اون موقع شعار میدادیم توی امجدیه خلق جهان بداند مسعود معلم ماست، من اشکم هم در می اومد. یا وقتی که رجوی فریاد می زد ای گلوله ها بگیرید مرا، ها چه شد گلوله ها؟ بگذارید بشنوند همه. در واقع مثلا یک چیز حماسی، یک شور، و از یه طرف مثلا تیراندازی بوده، حمله شده به این میتینگ، حالا این هم داره میگه که ای گلوله ها بگیرید مرا، بعد تشویق و همراه با عشق و چند هزار نیروی تحریک شده جوان و غروب میریختن تو سطح شهر. شهر ناآرام میشد و آشوب کشیده میشد، هر چهار راه یه درگیری و ضرب و جرح و کتککاری، و اینها در واقع میخواستن حق خودشون رو و سهم خودشون رو چون که میگفتن از مردم بگیرن.
با کتک، با کارد موکتبوری، مثلا دیگه اینها تخصص پیدا کرده بودن در اینکه سلاح سرد داشته باشن. متوجه شدیم ساعت 4:30 بعد از ظهر درگیری شدیدی رخ داده. خودروی مینیبوسی که آمبولانس بود و از کمیته مرکز برای جمع‌آوری مجروحین اومده بود، بلافاصله آتیشش زدن و فرد و افرادی که در داخل اتوبوس این مینیبوس بودند به شدت مجروح کردند. یکی از اونها 30 بخیه خورده در پشتش که توسط چاقو و قمه بوده ضرب و جرحش. شما میبینین اینجا نمک‌ها و چیزهایی رو که توی کیف این افراد پیدا میشه. این کیف ببینین پر نمکه و پر فلفل، شیشه خورده. این تیغ رو که توی این کیف بودش با فلفل آلوده است، به نمکم آلوده است، میزنم به سر و صورت مردم. توجه ما بیشتر مردم، اینا با مردم کار دارن. ببینین اسیده به صورت مردم میپاشن. تمام اینا رو که میبینین چاقوها، تیغ به این شکل. موقعی که اومدم برگردم یه دفعه اون طرفدار مجاهدین خلق بود که میگفت فقط راه رهایی، راه سرخ رضایی. یه دفعه اون تشنهی که دستاش تا دست فرو کرد تو پهلوی من. خلاص من دیگه افتادم اونجا و من اونجا افتادم. بعد منو آوردن بیمارستان با سنگ و چوب و اینا به ما حمله کردن. کارت من اون بعدا اون جدا کردن از هم. حدود 200-300 نفر بودن ریختن و از هر طرف ما لگد میزدن و سرده پشت سرم دست سنگ و اینا شکست. کارت پانسمان کرد اینا فعلا بند اومده، ولی کمرم رو با کارد اینا مجروح کردن. حادثه درگیری دیروز که منجر به مجروح شدن و کشته شدن عده‌ای شد به دفتر آقای مهندس مصطفی میرسلیم، معاون سیاسی اجتماعی وزارت کشور و همچنین سرپرست شهربانی اومدیم تا از ایشون بپرسیم که آیا برگزاری سخنرانی دیروز با اطلاع وزارت کشور بوده و اگر با اطلاع وزارت کشور بوده برای اقدامات امنیتی شما چه کارهایی کرده بودید؟ باید عرض کنم که این مراسم با اجازه قبلی وزارت کشور انجام گرفته بود و تقاضای اون از طرف مسئولین سازمان مجاهدین خلق 3 روز قبل از برگزاری مراسم به وزارت کشور رسید و برای اینکه کاملا نشون بدیم نظرمون این هست که فقط امنیت حفظ بشه و نظم برهم نخوره، خواسته بودیم که مامورین پلیس تهران بدون هیچ گونه سلاحی در اطراف استادیوم حضور پیدا بکنند، یعنی هیچ اسلحه گرمی مامورین به خودشون نداشتند و فقط به عنوان ناظر و ناظم در اونجا حضور داشتن و مقدار زیادی اسلحه سعد رو از اینها گرفتیم. اصلا جالب بود در هر میتینگی که مجاهدین خلق داشتن فردا یه زن حامل از اعضای مجاهدین خلق سخت جنین میکرد یا ده ها نفر از فرزندان مجاهدین خلق در واقع تا مرز مرگ کتک خوردن توسط نیروهای حزب الله وابسته به بهشتی و حزب جمهوری و ما باز هم صبر انقلابی میکنیم. اما واقعیت صحنه نشون میداد که اصلا کیا درگیری رو شروع میکنن، کیا برای درگیری آمادن، کیا تو جیباشون کارت موکتبوری وجود داره. و بعد وقتی میرفتیم دستورالعملهای سازمانی، یکی رو من یادمه تو اتوبوس داشتم حرکت میکردم نزدیک دانشگاه، اونجا چون جلو پلاس خیلی سازمان پهن میکرد، یعنی جاهایی که درگیری به وجود بیاد بیشتر این خوشش میاد، الان میفهمم. یا میرفت نزدیک های این جایی که مسجد پسجد و چی میرم جایی که افراد متعصب میرن، یه کرم داشت و یه مقدار اونجاها بیشتر انگار یه چیز میکرد. یه نفر حالا تیغ کشیده بودن پشتش، تیغ موکتبوری پشتش کشیده بودن، این به اندازه شاید نیم متر از این پارچه پیرن پشتش پاره شده بود، به همون میزانم شاید تا عمق نیم سانت این پشتش هم پوستش پاره شده بود. ترافیک شده بود دیگه طبیعتاً تو اون شلوغ. من جای تعجب منه، هنوزم تعجب میکنم، این بنده خدا پسره رو میگفت خب ما طرفدار سازمان بود، اینو آورده بودن پشت به این خیابون که مثلا اتوبوس ها و ماشین ها میرن اینو ببیننش. بعد یکی داد میزد این ببینید چیز چیکار کرده، مثلا حزب الله یا به قول اینا چیکار کردن، تیغ کشیدن، خون. آقا این خون بنده خدا داشت میچکید از پشتش، وردارین ببرین اینو پانسمانش کنین چیزش کنین. من تو اون ترافیک
شاید مثلا دو سه دقیقه حداقل این ایستاده بود ماشین که متوقف. این دو سه دقیقه الان چند دقیقه دیگه این بدبختو میگردش. اوقات تو وقتی همچین اتفاقی میفته تو تبلیغات دیگه برای چی این بنده خدا رو مرد بر پاسمانش کن. این چیزا رو من دیدم خدایش. به قول گفته های خود رجبی که من شنیدم میگه ما از روز اول خودمون رو برای درگیری نظامی داشتیم آماده میکردیم، به همین دلیل حزب تشکیل ندادیم، میلیشیا تشکیل دادیم، سازماندهی نظامی کردیم، سلسله مراتب کردیم، سلاح آماده کردیم که این سلاح ها رو نگه داشت برای چی؟ برای اون مقطعی که میخواست شروع کنه مبارزه مسلحانه یا ترور. و بنابراین نه تنها یکی اصلا یکی از دلایلی که مثلا مخالفت ها شکل گرفت، یعنی زاویه و تضاد بین حاکمیت و سازمان مجاهدین هی شکاف عمیق‌تر میشد، همین بود که مثلا سازمان مجاهدین در اعماق ذهنش به مرز مسلحانه اعتقاد داشت روزی این مبارزش با حاکمیت خواهد رسید. بنابراین برای چی سلاح ها متحویل بدن؟ بنابراین به همین دلیل هم تحویل نداد. و ولی تحویل نداد ولی از سلاح استفاده نمی کرد. ولی این مش و این چیز مبارزاتی رو در ذهن داشت که روزی به مرز مسلحانه خواهد رسید. زخم ترور مونده روی تن ایران، قلبم ترک خورده، قلبم برادر جان. از زخم هفته تیر، از زخم نامردی، از گله دشمن شلیک بی اعلان، پاشید رد خون رو خاک پاک من، ای بی وطن بسه هر راج خاک من. تو شعر من خنجر بی وقت گل کرده، گل کرده تو بغض اندوهناک من، اندوهناک من. من مرد میدانم، تیغم که میبرم تو تنگه مرساد، مختارم و حرم. فریاد خشمم من، رگبار تیرم من، آسون نمیمیرم، شیرم که میقرم. تو سید من میشی تو پنجه صیاد، فردت رو میکوبن با تیشه فرهاد. دور از تو ای ایران سودای کفتاران، دور از تو خواب بد، آزاد باش آزاد، آزاد باش آزاد.